در این قسمت از آموزش طراحی پارامتریک با برنامه گراسافر میخوایم در ارتباط با نقطه‌یابی روی سطوح کار کنیم. یک جنبندی باشه از دستوراتی که توی این بخش تاره کار کردیم. این کار قبلا هم انجام دادیم، ولی این بار میخوایم روی یک شکل منحنی شکل کار کنیم. یعنی من میام در قسمت سیت یک سطحی رو ایجاد میکنم به این صورت. دید پرسپکتیو تعداد تقسیمات رو میبرم بالا و این شکل رو یه مقدار منحنیش میکنم، این دوالی ما گنبدی شکلش میکنم یه مقدارش بالا. خب من برای این شکل که جا ملاحظه میکنید، خب فرض میگم این سقف منه، خب یارو میشستم بالا سقف یک حالا لابی، سقف یک گنبد، سقف یک تاق یا سقف یک نورگیر فرق نمیکنه، یا میتونه نما باشه، این دیگه دست خودمونه. میخوام یک سری سازه های لوله شکل یا به اصطلاح دیاگرید بهش میگن، یک سری سازه هایی هستن لوله شکل که به صورت ضربدری با هم در تماسن. میخوام یه همچین حجمی رو برای این سطح هم بسازم. برای این کار، این با توجه به این دستوری که تا کار کردیم، ابتدا میام از قسمت پرامز یک سطح ایجاد میکنم، این سطح رو داخل این سطح میکنم. خب برای اینکه کاری کم خلوت باشه من اینو مخفی میکنم. حالا این سطح ماست، درسته؟ الان میخوام این سطح رو تقسیم بندی کنم، مثلا میخوام بینا به 10 قسمت به 10 قسمت تقسیم کنم. بس میام از قسمت دومین تو اینو بهش اتصال میدم. حالا میخوام سطح هم مثلا یک دست باشه، بس میام دیگه ایزوتریم استفاده میکنم. این به این تقریبا چیزی که تا حالا کار کردیم دیگه، و به این صورت ملاحظه میکنید که سطح ما تقسیم بندی میشه به 10 قسمت تو جهت U و 10 قسمت تو جهت V. خب الان میام چیکار میکنم؟ با استفاده از لیست آیتم یه دونه اینو میارم بیرون، میخوام رو یه دونه کار کنم. خب به این حالت هایی که ما تو یه دونه کار میکنیم و بعد اونو میدیم به بقیه شکل ها، اصطلاحاً بهش میگن آداپتیو یا تطبیقی. پس بیایم تو معماری، یک مبانی نظریه تو معماری هم هست، اگه سرچ کنید ممکن مثلا یه اطلاعات خوبی در موردش هست. پس میام چیکار میکنم؟ از قسمت set list item اینو بهش میدم، اینو به اتصال میدم، این میشه اولین set. این رو این set میخوام کار کنم. خب ابتدا لازم دارم که این set هم که جمعه رو ملازم میکنید به اجزای مختلف تقسیم کنم. پس برای همون میام از deconstruction verb استفاده میکنم، نوش میدم الان به اجزای مختلف تقسیم شد. این سطح تبدیل شد به 4 تا نقطه، یه دونه فیس، 4 تا لبه یا خط. خب الان میخوام این روی نقاط کار کنم، پس میام از قسمت set list item میخوام این 4 تا نقطه رو بیارم بیرون. میخوام تو این حالت من نمیتونم بیارم رو، نکنم تو این حالت اگه من پوینت استفاده کنم مثلا، بیارم این بدم میکنم این حالا کنم خودش 4 تا نقطه است، ببخشید این ورتکس، این میبینید خودش الان کنم 1 2 3 4 تا نقطه است، انتخابش میکنم 4 تا داریم، من میخوام انتخابش کنم فقط یکی باشه، یه تک تک بیان. برای همون میام از ملفه لیست آیتم استفاده میکنم، به تعداد و نقاط لیست آیتم ایجاد میکنم، درسته؟ از این میشه به تعداد و نقاط. اوکی خب لیست میشه اون لیست ما، میشه تعداد نقاط ما، میگیم این 4 تا نقطه به عنوان لیست، این 4 تا نقطه به عنوان این لیست، این 4 تا نقطه به عنوان این لیست، این 4 تا نقطه به عنوان این لیست. خب این میشه تعداد نقاط لیست ما. اوکی کسی مشکل اینجا نداریم. خب یعنی کنم که نقطه اول، نقطه دوم، نقطه سوم، دلیلی که انتخاب نمی کنم بخاطر اینکه اینا توی همدیگه افتادن، چون اینجا هم نقطه است، اینو پرویو بزنم. حالا میبینید نقطه اول، دوم، سوم، چهارم. در اینکه اینجا نشون نمیدم بخاطر اینه که ورودی آیش همشون صفرن، برای همین نقطه اول این، نقطه دوم دوباره همینه چون صفره دیگه. با این گفتیم که از این لیست آیتم صفرمو برام بده، از این لیست آیتم صفرمو برام بده، خب برای همون همشون میشه این صفر میشه اولی. خب من میگم نه، اینجوری میگم اولی صفر، دومی 1، سومی 3 و 2.
یکم بالا پایین شد. و هر موقع به این کاری که ما داریم میگیم شک داشتید، گفتیم چیکار میکنیم؟ میام از قسمت دیسپلی وکتور پوینت لیست، اینو به ورودی پوینت اتصال میدیم و اینجا هم یک عدد میگیریم به عنوان اندازه متن. اینجا میتونید ببینید، میبینید از این لیستی که اینجا مشاهده میکنید، ملاحظه میکنید، از این لیستی که اینجا مشاهده میکنید، میبینید چند تا نقطه این لیست که این برای ورتکس هاست، چند تا نقطه هست؟ 1 2 3 4 تا. اینجا هم همینه دیگه، 0 و 1 و 2 و 3، چون از 0 شروع شده میشه 4 تا نقطه دیگه و مختصاتش هم مشخصه. لیست آیتم کاری که میکنه اینه، اون آیتمی که شما دوست دارید رو میاره بیرون. مثلا من از این میگم آیتم 0 رو میخوام، پس بهش اتصال میدم، این الان نقطه 0 اینجا فعال. از این میگم آیتم 1 رو میخوام، میبینید شماره 1 انتخاب میشه. از این میگم آیتم شماره 2 رو میخوام و از اینم میگم آیتم شماره 3 رو میخوام. به این صورت درست شد این. پس با پوینت لیست راحت میتونید آیتماتون رو ببینید. خب الان آیتما رو دادیم، الان به راحتی میتونیم بین اینا نقطه یابی کنم دیگه. بیام از قسمت کرو لاین، بیام از قسمت کرو لاین، میگم اینو به این میخوام اتصال بدم، این 0 رو میخوام به 1 2 اتصال بدم، میشه 0 به 2، یه خرید اتصال پیدا میکنه. و به همین صورت میگم اینو میخوام بین اتصال بدم، یه خط هم اینجا اتصال پیدا میکنه. همونجوری که ملاحظه میکنید میبینید خط ما ایجاد شد دو این یه دونه. خب الان میخوام اگه اینو میخوام به کل مجموعه اتصال بدم دیگه، میام چیکار میکنم؟ از این لیست آیتم در نظر صرف نظر میکنم دیگه، یو میگم اینو کلا بده به این، میبینید الان کل این مجموعه نکنید یک ساختار دیاگرید بنش ایجاد شد. اما یک نکته اینجا ریز اینجا وجود داره که اکثرا وقتی که این کارو میکنن دیگه میرن برای ادامه کار، اما این نکته وجود داره. شما وقتی که به تو دید فرانت میبینید این خطای شما یک هم دید پرسپکتیو خودش نشون میده، تقریبا میبینید این خطای شما اون دقیقاً با این سطح روی یکی نیست، اومده خط زده، درسته تو کلیت خط زده ولی دقیقاً روی خود این سطح یا این روی این قسمتی که انحنا زیاد داره خودش بهتر نشون میده، دقیقاً روی انحنا پیاده نشده، اومده پایین‌تر پیاده شده. برای اینکه ما مطمئن باشیم که این خط ما دقیقاً روی خود اون قسمت انحنایی روی مثلا گفتم بوده اینجوری اوستاله دقیقاً روی اونا قرار میگیره، میایم حتما از مؤلفه پروجکت استفاده میکنیم. پروجکت تو قسمت کرو هم قرار داره دیگه، اون پروجکت یه پروجکت، کنترل سی کنترل وی یه پروجکت دیگه، ورودی سی که میشه اون لاین ها، ورودی سی میشه اون لاین ها. میگه این خط هایی که اینجا شما ملاحظه میکنید روی چی بندازم؟ این پست ها بشه دقیقاً روی چی بندازم؟ میگم روی این سطح، روی این سطح و روی این سطح. خب حالا اینو مخفی میکنم، اینو مخفی میکنم. الان دقیقاً این خط ها دیگه دقیقاً روی سطحن، حالا میخواد هر چه قوسم باشه نکنم، میبینید دقیقاً روی خود سطح پیاده شدن برخلاف حالت قبل. و حتما یادتون باشه این موقع یه شکل منحنی شکل داشتید، اومدی از نقطه یابی استفاده کردید، این شکل دقیقاً روی خود منحنی قرار نمیگیره. با اطلاع اینکه دقیقاً روی خود منحنی قرار بگیره، بیام از دستور پروجکت استفاده کنیم. خب این از پروجکت. خب برای اینکه این خطا رو ما یک پارچه کنیم یا یک تیکه کنیم، میتونیم بیام از مؤلفه جوین استفاده کنیم. مؤلفه جوین برای اتصال این خطا هم استفاده میشه که اینجا هم هست، میبینید مؤلفه جوین، یا میتونیم تایپش کنیم، فرق نمیکنه. جوین کرد دو تا خط داریم یا دو سری خط داریم، این اول این میشه خط اول، این میشه خط دوم. برای اینکه کلا خط از این خط و اون مسیر کلا به هم وصل بشه، باید اینا همه فلتن بشن، این یک پارچه بشن، تبدیل یک لیست واحد بشن. اگه فلتن نکنید کاری که ایجاد میشه، میاد اینا رو با هم جوین میکنه، ولی وقتی که میای از دستور پایپ استفاده میکنید اینجا همه وسط اینا یک دایره میندازه، ولی اگه وقتی جوین بشن این فلاتین بشن تبدیل به یک لیست بشن، این از اینجا تا اینجا تبدیل به یک خط واحد میشه و اولین دایره میشه اینجا، آخرین دایره میفته اینجا و کارت تمیزتر در میاد. و میتونیم بیام اینجا از پای بسار و حتی میتونیم امتحان کنیم یه بار بدون این فلاتین این کار کنیم، یه بارم با فلاتین. و میایم برای قسمت ایجاد لوله از دستور پایپ استفاده میکنیم، دستور پایپ و دستور پایپ. مثلا زخامت لوله رو میدیم 25،
شو باشه دیگه آر و آر، خط اول خط دوم، همجوری که مشاهده کنید میبینید دیگه اینجا هیچ لوله ای نیست، اگه فلت میکنید اینجا همه یه دایره میندازه و کارمون به هم میریزه. میبینید چقدر زیبا تو یک سطح لوله شکل، یا به اصطلاح یک سازه لوله شکل برای این شیشه، حالا میتونه به عنوان شیشه باشه یا پوسته باشه، ازش استفاده کردیم و در نهایت هم میتونیم از بیک استفاده کنیم برای مشاهده شکل. میبینید دقیقا طبق اون فرم قوسی که داشتیم همچین سازه ایجاد کردیم و اینجا میتونیم اون گنبد هم بیاریم دیگه. پس برای سازه های لوله شکل یکی از بهترین روش ها به این صورت نقطه یابیه داخل خود همون سطح. امیدوارم برای این قسمت مشکلی نشده باشه. خسته نباشید.